شکست‌های باورنکردنی ناسا، از حوادث مرگبار تا اشتباهات احمقانه. توی سایه دستاوردهای بزرگ ناسا، صحبت از شکست‌های اون به سختی باورکردنیه. هرچند تعداد این شکست‌ها در تاریخ 64 ساله این سازمان با بیشتر از 100 ماموریت فضایی موفق با سرنشین چندان به چشم نمیاد. با این حال، بعضی از ماموریت‌های ناسا به دلایل مختلفی با شکست روبرو شدن و در کنار درس‌های ارزشمندی که به دانشمندان و مهندسان فضایی آموختن، در چند مورد منجر به از دست رفتن جان فضانوردان شدن و هزینه‌های گزافی رو روی دست این سازمان گذاشتن. سلام، به چنل ساینتیا خوش اومدین. لطفاً قبل از شروع ویدیو چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم برای اطلاع از آپلود ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. ناسا پای اولین انسان‌ها رو به ماه رسوند و با تلسکوپ هابل عمر جهان رو اندازه‌گیری کرد. اما در سایه این دستاوردهای بزرگ با شکستایی روبرو شد که هزینه‌های جانی و مالی گزافی بر جای گذاشت. با ما همراه باشید. آتش‌سوزی آپولو 1. پروژه فضایی آپولو که با هدف فرود انسان بر سطح کره ماه از سال 1961 تا 1975 در جریان بود، بزرگترین، پرهزینه ترین و هیجان انگیزترین ماموریت فضایی تا به این زمانه. اما تا قبل از اینکه ناسا موفق شه با ماموریت آپولو 11 توی سال 1969 فضانوردایی مثل نیل آرمسترانگ و باز آلدرین رو بر سطح ماه فرود بیاره، حوادث ناگواری رو از سر گذرونده که یه موقعهایی به مرگ بعضی از فضانوردان منجر شد. اولین حادثه مرگبار در تاریخ پرواز فضایی ناسا در 27 ژانویه 1961 در حین آماده سازی برای اولین ماموریت فضایی با سرنشین آپولو رخ داد. علت این حادثه اشتعال زایی مواد داخل فضاپیما و اکسیژن خالص و نقص طراحی دریچه بود که باز کردن به موقع اونو برای نجات جان فضانوردان ناممکن کرده بود. در پی این حادثه ناسا رسما این عملیات آزمایشی رو که هرگز زمین رو ترک نکرد آپولو 1 نامید. انفجار شاتل فضایی چالنجر. شاتل فضایی چالنجر فقط 73 ثانیه بعد از پرتاب در تاریخ 28 ژانویه سال 1986 در ارتفاع 50,000 پایی به علت نقص فنی منفجر شد و هر 7 فضانورد سرنشین از جمله کریستا مک‌آلیف، معلم دبیرستانی که به عنوان بخشی از طرح آموزگار در فضا انتخاب شده بود، جان خودشون رو از دست دادن. شکست‌های رباتیک ناسا. فضاپیماهای رباتیکی همون کاوشگرهای فضایی سرنشین انسانی ندارن و برای انجام کارهای پژوهشی و اندازه‌گیری به فضا فرستاده میشن. این فضاپیماهای بدون سرنشین به ناسا امکان میده بدون به خطر انداختن جان انسان‌ها، مرزهای اکتشاف فضایی رو گسترده‌تر کنن. ماموریت‌های رباتیک ناسا با اینکه خسارت جانی به بار نمیاره، ولی بسیار پرهزینه‌اند و شکست اونها هزینه‌های گزافی رو روی دست این سازمان می‌ذاره. البته باید این نکته رو هم در نظر داشت که فقط چند کار توی دنیا از پرتاب ربات به فضا و فرود آوردن سالم اون سخت‌تره. در واقع سوجورنر اولین مریخ نورد در دوره متولد شد که مهندسان مطمئن نبودن حتی میتونن رباتی رو روی مریخ به کار بندازن. فضاپیمای دیدبان مریخ. کاوشگر فضایی 1 میلیارد دلاری دیدبان مریخ یا همون مارس ابزرور که توی تاریخ 25 سپتامبر 1992 به منظور بررسی سطح مریخ، جو، اقلیم و میدان مغناطیسی به فضا پرتاب شد، قرار بود اولین فضاپیمای سری ماموریت‌های ابزرور باشه. اما به اولین شکست از مجموعه شکست‌های ماموریت مریخ تبدیل شد. 3 روز قبل از قرار گرفتن در مدار، ارتباط دیدبان مریخ با زمین از بین رفت و تلاش برای برقراری مجدد ارتباط با فضاپیما ناموفق بود. شاید حتی همین الان در حال گردش به دور مریخ باشه، هرچند که بعضیا تصور میکنن که این فضاپیما از کنار مریخ رد شده و حالا داره دور خورشید میگرده. محتمل ترین دلیل ارائه شده برای قطع ارتباط این کاوشگر با زمین، پارگی مخزن فشار سوخت در سیستم پیشران اون بوده. آرتمیس 23 میلیارد دلار دور ریخته شده.
از نظر بعضیا برنامه آرتمیس چیزی جز دور ریختن پول نیست و اونقدر در زمان پرتا و به ثمر رسیدنش تأخیر ایجاد خواهد شد که شرکت‌های خصوصی مدلی پیشرفته‌تر از اون رو ساخته و به ما خواهند فرستاد. البته این افراد تقصیر رو از چشم سیاست‌های کنگره آمریکا می‌بینن و نه کارآمدی دانشمندان و مهندسان ناسا. چرا که مأموریت‌های بازگشت انسان به ما به خاطر هزینه‌های گزافی که به دولت تحمیل می‌کرد یکی بعد از دیگری منحل می‌شد. با این حال اسپیس لانچ سیستم تا الان حدود 23 میلیارد دلار طی 10 سال گذشته هزینه داشته. حالا شما به ما بگین آیا سفر انسان به ماه دروغ بود؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین فراموش نکنید که لطفاً لایک کنید و به دیگران هم معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.